کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می‌کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. از حال بد به حال خوب، نوشته دیوید برانز. دیوید برانز روانشناس، شناخت درمانگر و استاد بخش روانپزشکی در دانشگاه استنفورد می باشد که در این کتاب شیوه های درمان افسردگی بدون دارو به وسیله شناخت درمانی می پردازد. توجه داشته باشید، تنها مسائل واقعی را می توان حل کرد. مسئله واقعی است که در مکان و زمان به خصوصی در طول روز احساس شود. گاه احساس می کنیم که اشکالی در کار هست، اما نمی توانیم آن را به خوبی درک و تشریح کنیم. نمی توانیم انگشت روی ناراحتی به خصوصی بگذاریم. شخصا در برخورد با این دشواری فعالیت های ساعت به ساعت خود در یک یا دو روز گذشته را بررسی می کنم. اغلب اوقات در دفترچه یادداشت‌های روزانه به بخش قرار ملاقات‌های ساعتی رجوع می‌کنم. اغلب اوقات با این کار مشکل خود را می‌یابم. اگر با همه این اوصاف مشکلم مشخص نگردید، از همسر یا یکی از همکارانم کمک می‌گیرم. اگر با همه تلاش‌ها نتوانید مسئله را مشخص کنید، شرحی درباره کاری که در شرایط احساسی بد به آن مشغول بودید بنویسید. مثلا در منزل در حال شستن ظرف‌ها بودم و احساس بسیار بدی داشتم، یا در حالی که این کتاب را می‌خواندم احساس دلسردی عمیقی داشتم. حالا برای تمرین جدول گزارش روزانه روحیه را بردارید و خلاصه از ناراحتی موجود خود را در بالای آن بنویسید و جدول را تکمیل کنید. با انجام این تمرین می‌توانید به مرحله بعدی بپردازید. گزارش روحیه روزانه. مرحله اول، حادثه ناراحت کننده را به اختصار شرح دهید. مرحله دوم، احساسات منفی خود را بنویسید و برای هر کدام امتیازی از 0 تا 100 در نظر بگیرید. از کلماتی مانند غمگین، نگران، عصبانی، احساس گناه، تنها، درمانده، مایوس و غیره استفاده کنید. مرحله سوم، روش سه ستونی. ستون اول، افکار اتوماتیک. افکار منفی خود را بنویسید و با توجه به شدت باور خود برای هر کدام امتیازی از 0 تا 100 در نظر بگیرید. ستون دوم، خطاهای شناختی. خطاهای شناختی هر یک از افکار اتوماتیک خود را شناسایی کنید. ستون سوم، واکنش‌های منطقی. برای هر تفکر منفی واکنشی منطقی در نظر بگیرید و با توجه به شدت باور خود به هر کدام امتیازی از 0 تا 100 بدهید. مرحله چهارم، نتیجه. مجدداً برای افکار اتوماتیک یادداشت شده امتیازی از 0 تا 100 در نظر بگیرید و با توجه به روحیه اکنون خود یکی از چهار موقعیت زیر با علامت ضرب در مشخص کنید. بهتر نشدم، کمی بهتر شدم،
بهتر شدم، خیلی بهتر شدم. فهرست خطاهای شناختی: 1. تفکر هیچ یا همه چیز. با مسائل مطلق برخورد می‌کنید و همه چیز را سفید یا سیاه می‌بینید. 2. تعمیم مبالغه آمیز. هر حادثه منفی را شکست همیشگی می‌پندارید. 3. فیلتر ذهنی. به جنبه‌های منفی می‌اندیشید و از کنار جنبه‌های مثبت بی‌تفاوت می‌گذرید. 4. بی‌توجهی به امر مثبت. اصرار دارید که موفقیت‌هایتان بی ارزش هستند. 5. نتیجه گیری شتاب زده. الف، ذهن خانی، بی دلیل واکنش دیگران را منفی می‌پندارید. ب، پیشگویی، بی دلیل پیشبینی بد می‌کنید. 6. درشت نمایی. حوادث را بدون توجه به تناسب آن در نظر می‌گیرید. 7. استدلال احساسی. با توجه به احساس خود نتیجه گیری می‌کنید. احساس می‌کنم کودن هستم، پس حتماً کودن هستم. 8. عبارت‌های باید دار. با کلمات باید و نباید از خود یا از دیگران انتقاد می‌کنید. 9. برچسب زدن. خطاها را به حساب شخصیت خود می‌گذارید. به جای اینکه بگویید اشتباه کردم، می‌گویید اشتباه کار هستم، بازنده‌ام، کودنم. 10. شخصی‌سازی و سرزنش. گناه‌ها را به گردن می‌گیرید و خود را به خاطر کاری که مسئول آن نبوده اید سرزنش می‌کنید. گزارش روحیه روزانه. مرحله اول، حادثه ناراحت کننده را به اختصار شرح دهید. مرحله دوم، احساسات منفی خود را بنویسید و برای هر کدام امتیازی از 0 تا 100 در نظر بگیرید. از کلماتی مانند غمگین، نگران، عصبانی، احساس گناه، تنها، درمانده، مایوس و غیره استفاده کنید. مرحله سوم، روش سه‌ستونی. ستون اول، افکار اتوماتیک. افکار منفی خود را بنویسید و با توجه به شدت باور خود برای هر کدام امتیازی از 0 تا 100 در نظر بگیرید. 1. اگر گلوی لوسی درد بگیرد تقصیر من است. 100%؟ نه، 20%. ستون دوم، خطاهای شناختی. خطاهای شناختی هر یک از افکار اتوماتیک خود را شناسایی کنید. 1. شخصی سازی پیشگویی. ستون سوم، واکنش‌های منطقی. برای هر تفکر منفی واکنشی منطقی در نظر بگیرید و با توجه به شدت باور خود به هر کدام امتیازی از 0 تا 100 بدهید. 1. به عمد اشتباه نکردم. به احتمال زیاد گلوی لوسی درد نمی‌گیرد و اگر بگیرد دنیا به پایان نمی‌رسد. 100%. افکار اتوماتیک 2. اگر دخترم بفهمد عصبانی می‌شود. 100%. نه، 20%. ستون دوم، خطاهای شناختی 2. پیشگویی شخصی سازی. ستون سوم، واکنش‌های منطقی. مطمئن نیستم. اگر از من انتقاد کند خیلی ساده از او به خاطر اشتباه غیر عمدی‌ام پوزش می‌خواهم. اگر هم چنان عصبانی باقی ماند به او می‌گویم از روی عمد کاری نکردم و دیگر اینکه از این طرز برخورد او خوشم نمی‌آید. 100%. مرحله چهارم، نتیجه. مجدداً برای افکار اتوماتیکی یادداشت شده امتیازی از 0 تا 100 در نظر بگیرید و با توجه به روحیه اکنون خود یکی از 4 موقعیت زیر را با علامت ضرب در مشخص کنید. بهتر نشدم، کمی بهتر شدم، بهتر شدم، خیلی بهتر شدم. مرحله 2، احساسات منفی خود را ثبت کنید. احساسات منفی خود را بنویسید و از 1 تا 100 برای آنها امتیازی در نظر بگیرید. از کلماتی مانند غمگین، دلسرد، مایوس، خشمگین، آزرده، نگران، خجالتی، ناراحت یا گناهکار استفاده کنید. امتیاز 1 مربوط به هر احساسی است که شدت ناخوشایندی آن بسیار کم است و حال آنکه امتیاز 100 مربوط به احساسی است که آن را به شدت لمس می‌کنید و وجود شما را قبضه کرده است. توجه داشته باشید که اغلب با بیش از یک احساس منفی روبرو هستید. از جمله با رجوع به جدول روحی روزانه مارگارت می‌بینید که او برای 2 احساس منفی، نگران و گناهکار، امتیاز 90 را در نظر گرفت و این نشان می‌داد که از حادثه عوض شدن مسواک بچه‌ها بسیار ناراحت است. برای برخی امتیاز دادن به احساسات منفی دشوار است، زیرا این کار را مصنوعی و به شدت اضطرار آمیز احساس می‌کنند. با این حال شیوه موثری است، زیرا وقتی به خود امتیاز می‌دهید می‌توانید بعداً از میزان بهبودی خود مطلع شوید. در این حال به شما کمک می‌کند تا تفکر هیچ یا همه چیز را رها کنید. تخفیف شدت اضطراب از 100 به 50 با آنکه بهبودی قطعی نیست، نشانه احساس بهتر شماست.
وقتی از خود به خاطر این اندازه پیشرفت تعریف میکنید، روحیه بهتری پیدا میکنید و سرانجام به حل مشکل احساسی خود نایل میشوید. با همین استدلال ممکن است پس از تکمیل جدول روحیه روزانه هنوز ناراحت باشید، اما با این اقدام اطلاعات مهمی به دست میآورید. میتوانید برای کمک به خود از روش راهنمای مشکل گشا که بعداً به آن میپردازیم استفاده کنید و از علت ناراحتی خود با خبر گردید. پس از شناسایی مسئله احساس بسیار بهتری پیدا میکنید. در جدول گزارش روزانه روحیه به احساسات منفی خود امتیاز بدهید و به مرحله بعد بروید. مرحله 3، روش سه‌ستونی. افکار منفی مسبب احساس بد خود را مشخص کنید. از خود بپرسید کدام فکر مرا ناراحت کرده است. به گفتگوهای درون خود توجه کنید. با گوش سوم خود بشنوید. در خلال مشاجره با شوهرتان ممکن است به خود بگویید: اگر مرا دوست داشت به حرف من گوش می‌داد. اگر انتظار ترفیع شغلی داشته اید و به آن نرسیده اید ممکن است به خود بگویید: در همین رتبه که هستم برای همیشه باقی خواهم ماند. یا با من برخورد منصفانه نمی شود. اگر برنامه رژیم غذایی لاغری دارید و پرخوری می کنید ممکن است به خود بگویید که یک خوک چاق بی اراده هستید. اگر روی قفسه سینه خود احساس درد یا گرفتگی می کنید ممکن است به خود بگویید نشانه نزدیک شدن حمله قلبی است. پس از شناسایی افکار منفی آنها را در ستون افکار اتوماتیک گزارش روزانه روحیه بنویسید و به آنها امتیاز بدهید. از واژه افکار اتوماتیک از آن رو استفاده می‌کنیم زیرا در شرایط ناراحتی خود به خود و بی آنکه شما نقش داشته باشید به ذهن شما خطور می‌کند. عادت ثبت افکار اتوماتیک یکی از مطالب مهمی است که در این کتاب از آن سخن گفته‌ایم. بسیار از بیماران من از انجام این تمرین سر باز می‌زنند زیرا معتقدند که گزارش روزانه روحیه به آنها کمک نمی‌کند. تسلیم این احساسات نشوید. اگر زحمت برداشتن یک مداد را به خود بدهید و توصیه مرا به کار بندید مسلماً حالتان بهتر می شود. اگر تمرین گزارش روزانه روحیه را تا کنون انجام نداده اید، آن را هم اکنون انجام دهید. آنگاه احساسات منفی خود را ثبت کنید و افکار منفیتان را بنویسید. همین حالا زحمت این کار را بکشید. گاه مشخص کردن افکار اتوماتیک دشوار است. در این صورت راه حل ساده ای را به شما پیشنهاد می کنم. تصویر شبیه تصویر زیر از یک شخص به ظاهر ناراحت بکشید و بعد از روی حدس و گمان چند ناراحتی برایش انتخاب کنید و آن را بالای سر او بنویسید. از خود بپرسید چرا شخصیت نقاشی من تا این حد ناراحت است؟ بعد در ذهن خود برای این سوال جوابی بیابید و آن را یادداشت کنید. معمولا مواردی را می‌نویسید که شما را ناراحت کرده است. زنی که معتقد بود نمی‌تواند علت ناراحتیش را بیابد این عبارت را در فضای خالی بالای تصویر ناراضی نوشت: هرگز نخواهم توانست دوره فوق لیسانس را با موفقیت پشت سر بگذارم و مدرک آن را بگیرم. با توجه به این گفته در زمینه کامل گرایی و ترس از شکست او بحث مفصلی در گرفت. روانشناسان این روش را فن فرافکنی نامیده‌اند زیرا ذهنیت خود را روی تصویر دیگری فرافکن می‌کنید. به همین دلیل عجیب نیست که برای ناخوشنودی تصویر عباراتی را انتخاب کنید که در واقع ذهنیت خود شما را نشان می‌دهد. در این صفحه که این تصویر کشیده شده در بالای سر او این نوشته است: چیزی بر وفق مراد من نیست. خیلی از کارهایم عقب هستند. چه روز بدی در پیش دارم. وقتی نمیتوانید افکار ناخوشایند خود را بیابید تصویری به این شکل بکشید. علل نارضایی تصویر را حدس بزنید و آن را در فضای موجود در بالای سر تصویر بنویسید. پس از نوشتن افکار اتوماتیک با توجه به شدت باور خود برای هر کدام امتیازی از صفر ابداً اصلاً تا صد یعنی کاملاً در نظر بگیرید. نخستین اندیشه منفی که به ذهن مارگارت رسید این بود: اگر گلوی لوسی درد بگیرد تقصیر من است. دومین اندیشه منفی او این بود: اگر دختر بفهمد عصبانی می شود. امتیازی که مارگارت برای این دو اندیشه منفی در نظر گرفت عدد 100 بود زیرا در هر دو مورد به نظر او 100% صحیح می رسید. در وهله نخست وقتی این افکار منفی به ذهن شما خطور می کند تقریبا بدون چون و چرا به درست بودنش مطمئن هستید. به هر تقدیر اگر به اندیشه منفی معتقد نباشید نمی تواند روی احساس شما تأثیر بگذارد. مثلا و به احتمال زیاد به این فکر نمی افتید که امروز دنیا به آخر می رسد. در نتیجه تحت تأثیر این اندیشه نگران یا افسرده نمی شوید. اگر به راستی چنین باوری داشتید به شدت عصبانی و نگران می شدید. سرانجام به این نتیجه می رسید که افکار نگران کننده تقریبا همیشه غیر واقع بینانه هستند
هرچند وقتی به ذهن شما خطور می کنند کاملا واقع بینانه و بی کم و کاست به نظر می رسند. افکار اتوماتیک اقفال کننده هستند و با آنکه به شدت غیر منطقی می باشند توهمی از واقعیت ایجاد می کنند. وقتی آنها را یادداشت می کنید که از بودنشان به سهولت بیشتری مشخص می شود. به محض اینکه به بدبینانه بودن و غیر واقع بینانه بودن آن پی می برید احساس بهتری پیدا می کنید. پس از نوشتن افکار اتوماتیک و پس از آنکه برای هر کدام امتیازی در نظر گرفتید، خطاهای شناختی آنها را در ستون میانی مشخص سازید. برای راحتی بیشتر به فهرست خطاهای شناختی رجوع کنید. خطاهای شناختی نخستین اندیشه منفی مارگارت، یعنی اگر گلوی لوسی درد بگیرد تقصیر من است، کدام است؟ نظر خود را در این مورد در دو سطر زیر یادداشت کنید. جواب: یکی از خطاهای شناختی او شخصی سازی است، زیرا مارگارت خود را به خاطر حادثه‌ای سرزنش می‌کند که به دور از کنترل اوست. خطای شناختی دیگر او پیشگویی است، زیرا پیش‌بینی می‌کند که درد گلوی برادر لوسی به او سرایت می‌کند. همانطور که ملاحظه می‌کنید، تفکر منفی دوم او نیز همان دو خطای شناختی نخست را تداعی می‌کند. پیش‌بینی می‌کند که دخترش از او عصبانی می‌شود و در نتیجه خود را به خاطر واکنش او سرزنش می‌کند. بسیاری از افسرده‌ها خود را سرزنش می‌کنند و هر آینه کسی از آنها عصبانی شود، همه تقصیرها را به گردن می‌گیرند. آیا شما هم چنین واکنشی دارید؟ من شخصاً گهگاه چنین کاری می‌کنم و به راستی که آزاردهنده است. ناگهان این احساس به آدم دست می‌دهد که خوب نیست. پس از شناسایی خطاهای شناختی افکار اتوماتیک خود به هر کدام پاسخ منطقی بدهید و این پاسخ را در ستون سمت چپ بنویسید. و با توجه به شدت باوری که به آن دارید برای هر مورد امتیازی از 0 تا 100 در نظر بگیرید. نخستین واکنش منطقی مارگارت این بود: به عمد اشتباه نکردم، به احتمال زیاد گلوی لوسی درد نمیگیرد و اگر بگیرد دنیا به پایان نمیرسد. مارگارت برای باور خود امتیاز 100 را در نظر گرفته بود. در دومین واکنش منطقی مارگارت به خود یادآور شد که اگر دخترش روش خصمانه پیش بگیرد و در مقام انتقاد از او برایت کاری که همیشه میکرد، میتواند با متانت به اشتباه خود اعتراف کند و بدون تحقیر خود از او عذر بخواهد. اگر دخترش همچنان در مقام اعتراض و انتقاد حرف میزد، میتوانست به او بگوید که طرز صحبت او درست نیست و نباید چنین برخوردی داشته باشد. با این حساب معلوم میشود که راه حل یک مشکل روحی و روانی اغلب دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است. مارگارت با یک طرز فکرش را تغییر میداد. او به عزت نفس بیشتری احتیاج داشت و باید از انتقاد از خیش دست می‌کشید. این بُعد فردی مسئله بود. در این حال مارگارت با یه طرز ارتباط خود با سایرین و جمله دخترش را نیز تغییر می‌داد. و این بُعد اجتماعی قضیه است که احتمالاً به آموزش طرز برقراری ارتباط احتیاج دارد. زیرا مارگارت از قاطعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند احساساتش را آنطور که شاید و باید منتقل کند. او فاقد احساس امنیت عاطفی است و از خشم و دلگیر شدن می‌هراسد و به همین دلیل تحت تأثیر و سلطه دیگران واقع می‌شود. ناراحتی دیگران از خود را خود به خود تقصیر خیش می‌داند. در بخش‌های بعدی کتاب در زمینه حل مسائل شخصی و طرز برقرار کردن ارتباط مؤثرتر بحث می‌کنیم. حالا از شما می‌خواهم که برگه روزانه روحیه را تکمیل کنید. پس از نوشتن افکار اتوماتیک خود با توجه به باوری که به آنها دارید، به آنها امتیازی از 0 تا 100 بدهید. در ستون میانی خطاهای شناختی هر کدام را مشخص سازید و بعد در ستون واکنش‌های منطقی در برابر هر یک از افکار منفی، افکار واقع بینانه تر و مثبت‌تری بنویسید. در برابر هر کدام میزان باور خود را از 0 تا 100 مشخص سازید. مهم نیست که این کار را 100 درصد بی‌عیب و نقص انجام دهید، زیرا نخستین اقدامی است که در این زمینه انجام می‌دهید. به این میماند که برای نخستین بار بخواهید اسکی کنید. مهم برداشتن قدم اول است. باید حرکت کنید، هرچند این حرکت آنقدر زیبا و شکوهمند نباشد. با تکمیل واکنش‌های منطقی برای برداشتن قدم بعدی آمادگی دارید. مرحله 4، نتیجه. پس از آنکه به همه افکار اتوماتیک خود جواب دادید، در هر مورد به باورهای خود از نو امتیاز بدهید. امتیاز قبلی را خط بزنید و با توجه به واکنش منطقی امتیاز جدیدی برای آن در نظر بگیرید. همانطور که ملاحظه می‌کنید، مارگارت نمره 100 را خط می‌زند و آن را با عدد 20 عوض می‌کند. و این بدان معناست که حالا مارگارت به قدر سابق برای اندیشه‌های اتوماتیک خود اعتبار قائل نیست. با کم اعتبار شدن افکار اتوماتیک احساس آرامش می‌کند.
سرانجام در بخش نتیجه در پایین برگه اندازه احساس بهتر خود را ثبت کنید، همونطور که در برگه ثبت روزانه روحیه ملاحظه می کنید. مارگارت از راحت شدن بسیار زیاد خود حرف می زند. علتش این است که واکنش های منطقی او از افکار منطقیش واقع بینانه تر و باور کردنی تر بود. اگر پس از انجام این تمرین احساس بهتری نداشتید، راهنمای مشکل گشا را بخوانید و از خود این سوالات را بپرسید. راهنمای مشکل گشا. در صورتی که پس از تمرین برگه روزانه روحیه احساس خوبی نداشتید، از خود بپرسید: 1. آیا حادثه نگران کننده را به درستی شناسایی کرده ام؟ گاه تشخیص دقیق حادثه نگران کننده دشوار است. اغلب به این نتیجه می رسید که ناراحتی شما ناشی از حوادث یکی دو روز گذشته است. مشکل را به طور مشخص مطرح کنید. چه اتفاقی افتاد؟ کجا بودید؟ چه زمانی بود؟ با چه کسی درگیر بودید؟ 2. آیا می خواهم احساسات منفی خود درباره حادثه را تغییر دهم؟ جنبه های مثبت و منفی تغییر احساستان را فهرست کنید. 3. آیا افکار اتوماتیک خود را به درستی شناسایی کردم؟ توجه داشته باشید که شرح حوادث یا احساسات ناراحت کننده خود را در ستون افکار اتوماتیک ثبت نکنید. اگر در یافتن افکار اتوماتیک با دشواری روبرو هستید، از شیوه ترسیم آدمک استفاده کنید. 4. آیا واکنش های منطقی من متقاعد کننده هستند؟ آیا کسب افکار اتوماتیک مرا روشن می سازد؟ توجیه به بهبودی احساس شما کمک نمی کند. واکنش های منطقی شما نه تنها باید واقع بینانه و باور کردنی باشد، بلکه باید با افکار اتوماتیک در تضاد باشد. به محض اطلاع از بی اعتباری افکار اتوماتیک حالتان بهتر می شود. آیا حادثه ناراحت کننده را به درستی شناسایی کردم؟ به خاطر داشته باشید که باید حادثه را به طور مشخص بیان کنید تا ابهامی در کار نباشد. اگر احساس کردید که مسائل متعددی دارید، از جمع آنها یکی را انتخاب کنید. اغلب مهم نیست که کدام را انتخاب می کنید. غلبه بر یک مشکل راه را برای غلبه بر سایر مشکلات هموار می سازد و در موقعیت قرار می گیرید که قدم های بعدی را به سهولت بیشتری بردارید. اگر مشخص کردن حادثه ناراحت کننده امکان پذیر نباشد، اتفاقات زندگی خود را مرور کنید. با چه کسی گفتگو کرده اید؟ اخیراً به چه کاری سرگرم بوده اید؟ با این روش زندگی خود را ردیابی می کنید و معمولاً به طور ناگهانی مشکل خود را می یابید. آیا به راستی طالب احساس بهتری هستم؟ گاه درباره رهایی از احساس منفی خود دچار احساسات سردرگم می شدم. ممکن است احساسات منفی شما کاملا سالم و واقع بینانه باشد. در این صورت احتمالاً ابراز کردن آنها بهتر است و در مقایسه با تهیه برگه روزانه روحی مفیدتر واقع می شود. مثلا اگر کسی از شما عصبانی است یا اگر شما از اشخاصی عصبانی هستید، بهتر است به جای تلاش برای تغییر روحی خود به کمک روش‌های شناختی، موضوع را صریحا با آنها مطرح کنید و در این باره حرف بزنید. فصل‌های مربوط به ارتباط به خصوص در این زمینه به شما کمک می کند. برای تصمیم گیری در این زمینه که آیا به راستی قصد تغییر احساسات خود را دارید، امتیازات و مزار احساس ناراحتی را یادداشت کنید. شاید مسئله واقع بینانه ای دارید که باید با آن روبرو شوید. اگر به این نتیجه رسیدید که اشکالات احساس ناراحتی کردن بر امتیازات آن می چربد، در این صورت می توانید با استفاده از برگه روزانه روحیه احساسات خود را به سادگی بیشتری اصلاح کنید. آیا افکار اتوماتیک خود را به درستی شناسایی کردم؟ هنگام تکمیل برگه روزانه روحیه به خاطر داشته باشید افکار اتوماتیک تفسیرهای حادثه ناراحت کننده هستند و نباید آنها را به حساب توصیف حادثه واقعی بگذارید. اگر به خاطر دیر آمدن شوهرتان ناراحت هستید، نوشتن عباراتی از نوع جورج دوباره دیر کرد در ستون افکار اتوماتیک بیفایده است. دیر کردن او یک حادثه واقعی است و به همین جهت جای این عبارت در سطر اول برگه سطر روزانه روحیه است. توجه داشته باشید که شناخت درمانی به این اعتقاد دارد که به جای حوادث واقعی افکار تولید ناراحتی می کنند. در ستون افکار اتوماتیک باید افکار منفی خود درباره حادثه را یادداشت کنید. ممکن است به این نتیجه برسید: معلوم می شود جورج مرا دوست ندارد، یا او همیشه دیر می کند، یا احتمالاً با منشیش سر و سری دارد. اشتباه دیگر نوشتن شرح احساسات خود در ستون افکار اتوماتیک است. ننویسید: احساس رنجش دارم زیرا رئیسم از من انتقاد کرد، زیرا شما موقعیت
رئیسم از من انتقاد کرده یک احساس رنجش را شرح می دهید. موقعیت را در بالای برگه بنویسید و احساسات منفی خود را ثبت کنید. در ستون افکار اوتوماتیک افکار مرتبط با این احساسات را بنویسید. چرا احساس رنجش می کنید؟ چرا انتقاد تا این اندازه شما را ناراحت کرده است؟ به خود چه می گویید؟ ممکن است در این فکر باشید که او به من احترام نمی گذارد یا حق ندارد به من چنین حرفی بزند یا هرگز کاری را درست انجام نمی دهم یا قصد اخراج مرا دارند. اگر درباره افکار منفی خود مطمئن نیستید، می توانید از شیوه ترسیم آدمی که قبلا به آن اشاره شد استفاده کنید. جک در حال بازی گلف ناگهان احساس بسیار بدی پیدا کرد، نگران و دستپاچه شد. در برگه روزانه روحیه در بخش افکار اوتوماتیک چنین نوشت: نباید این همه نگران باشیم، زیرا همه چیز بر وفق مراد من است. جک واسطه خرید و فروش اوراق بهادار است و اخیراً اوضاع بازار هم به سود او بوده است. درآمد زیادی داشته و مشتری‌هایش آیدی زیادی به جیب زده اند. خطای شناختی او چیست؟ پس از مطالعه فهرست خطاهای شناختی نظر خود را در زیر بنویسید. جواب: جک از عبارت باید دار استفاده می‌کند، زیرا به خود می‌گوید که نباید نگران باشد، اما بعد برای این خطای شناختی خود واکنشی منطقی می‌یابد. انسان‌ها همیشه 100% کم و کاست نیستند. بعضی ها حتی وقتی همه چیز بر وفق مراد آنهاست عصبی و نگران می شوند. این برخورد تا اندازه مؤثر واقع شد، زیرا جک به جای محکوم کردن خود پذیرفت که حق دارد نگران و عصبی باشد. با این حال هنوز همه افکار مسبب ناراحتیش را شناسایی نکرده بود. از او خواستم تصویر آدمکی در حال بازی گلف بکشد که نگران و عصبی است. بعد به او گفتم علل ناراحتی این آدمک را پیش بینی و آن را در فضای بالای سر او بنویسد. همانطور که ملاحظه می کنید آدمک گلف باز با خود می گفت این ضربه من احتمالاً به خطا می رود. اوضاع بازار فعلا به سود من است، اما نمی توانم ادامه دهم. بازار به احتمال زیاد خراب می شود و من کارم را از دست می دهم. از جک پرسیدم که آیا خود او هم به همینها فکر می کرده و او جواب داد که بله دقیقاً. نمی دانم که چرا شیوه ترسیم آدمک تا این اندازه مؤثر است، اما به هر صورت چیزی است که وجود دارد. می توانید از آن برای روشن شدن افکار اوتوماتیک خود استفاده کنید. آیا واکنش های منطقی من درست و معتبر هستند؟ آیا صرفا توجیه نمی کنند؟ آیا کذب افکار اوتوماتیک مرا نشان می دهند؟ منظور از تهیه برگه روزانه روحیه کمک به شماست تا با واقعیت ها روبرو شدید. این کار مسائل با فریب دادن خود با توجیهات بیمورد بیفایده است. از جمله وقتی لیندا با دوست پسرش قطع رابطه کرد، احساس گناه و افسردگی بر او چیره شد. پنداش که دوست داشتنی نیست و اینکه همه تقصیرها به گردن اوست. احساس میکرد که اشکالی بر شخصیت او وارد است و نگران بود که هرگز نتواند ازدواج کند و بنابراین همه عمر تنها بماند. پس از آنکه موضوع را با یکی از دوستانش در میان گذاشت، به این نتیجه رسید کسی که دست رد به سینه او زده مقصر است و در واقع خود او تقصیری ندارد. میطور مشخص این برخورد او توجیه سازی بود. لیندا از شخصی سازی همش تقصیر من است، به سرزنش همش تقصیر اوست روی آورده بود. این طرز برخورد سازنده ای نبود. بهتر بود که لیندا مسائل خاص رابطه خود و دوستش را به طور عینی و منصفانه مشخص می‌ساخت. چرا از همه جدا شدند؟ سهم لیندا در این ماجرا چند اندازه بود؟ دوست او چه سهمی داشت؟ چگونه می توانست در صورت بروز مسائل مشابه در آینده برخورد موثرتری داشته باشد؟ اگر بتواند بدون خدشه دار شدن عزت نفس خود با این مسائل برخورد کند، ناراحت نمی شود و در ارتباطهای بعدی موفق تر عمل می کند. برای رسیدن به احساس بهتر، عبارات ستون واکنش های منطقی نه تنها باید درست باشند، بلکه کسب افکار اوتوماتیک شما را به خوبی نشان دهند. فرض کنیم یکی از دوستان قدیم دوران مدرسه را ملاقات می کنید که از شما جذاب تر، باهوشتر، موفقتر و مشهورتر است. ممکن است با خود فکر کنید به قدر او با ارزش نیستم. با این طرز فکر احساس عدم امنیت عاطفی و تحقیر می کنید. می توانید برای برخورد با این طرز تلقی به خود بگویید: اما آشپزی من بهتر است. با اینکه ممکن است 100% این حرف شما درست باشد، به بهبودی عزت نفس شما کمک نمی کند. مثلا ممکن است دوست شما به قدر موفق باشد که با هواپیمای کنکورد به پاریس برود و در رستوران های 5 ستاره غذا بخورد. آیا می توانید واکنش منطقی تری بیابید که تأثیر بهتری بر جای بگذارد؟
البته راه حل مسائل همیشه ساده و اعجاز انگیز نیست. استفاده موفق از این روش ها گاه مستلزم صرف وقت زیاد و مداومت بیشتر است. اگر نتیجه خوب میخواهید، پیشنهاد میکنم که تمرین برگه روزانه روحیه را دست کم یک ماه همه روزه 10 تا 15 دقیقه انجام دهید. با تمرین منظم مانند ورزشکاری که با تمرینات منظم به شرایط مطلوب جسمانی میرسد، در زمینه احساسی در موقعیت مناسبی قرار میگیرید. گاه تغییر افکار و احساسات دشوار نیست، اما در مواقعی ممکن است آنقدرها هم ساده نباشد. گاه افکار منفی به شدت قدرتمندند و مجاب کننده هستند. از سوی دیگر فکر نکنید که انجام این فکر بیش از حد دشوار است. اگر حد وسط را در نظر بگیریم، اغلب اشخاص می توانند این کار را انجام دهند. در جریان یک بررسی که جزئیات آن در نشریه انگلیسی روانپزشکی به چاپ رسید، دکتر ایوی بلک بورن و همکارانش در دانشگاه ادینبورگ به این نتیجه رسیدند که این روش‌ها برای طبقات کارگری بسیار مؤثر بوده است. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید.